افسردگی یعنی همین ابرای سیاه و تاریکی که بالای سر خیلی از ما هست، که هر جا میریم و در هر حال با ما هست. یه حس خیلی سنگین. متاسفانه 10 سال طول میکشه تا فرد افسرده متوجه بشه که باید به پزشک مراجعه کنه. تو این برنامه میخوایم از علائم تشخیصی افسردگی براتون بگیم، بعد فرق افسردگی با غم و اندوه رو براتون توضیح میدیم و به هر حال به شما میگیم که اگر یکی از این ابرای سیاه رو بالای سر خودتون یا اطرافیانتون دیدین چطور برای درمان اقدام کنین. من یه سگ سیاه داشتم، اسمش افسردگی بود. هر وقت سر و کلش پیدا می شد انگار همه چیز تو زندگیم کند می شد و تمام احساساتم از دست می دادم. هیچ وقت و وعده ایم نداشت، یهو سر و کلش پیدا می شد. سگ سیاه هم ظاهرم و مسن تر نشون می داد، هم از درون حس می کردم پیرترم. سگ شده بود یه عینک سیاهی که باید همه چیز از پشت اون می دیدم. همه از زندگی لذت می بردن، اما واسه من کارهایی که معمولا شادم می کرد یه دفعه تمام لذتشون برام از بین رفت. این سگ سیاه که می اومد کلن اشتهام کور می شد. وقتی که بود اصلا نمی تونستم تمرکز کنم، انگار همه چیز یادم می رفت. هر کاری می خواستم انجام بدم، مخصوصا این که برم بیرون از خونه، این سگ می پرید و پاچم آنچنان می گرفت که دیگه نمی تونستم تکون بخورم. تو جمع‌های دوستانه همه اعتماد به نفسم رو می گرفت. به خاطر انگ و برچسب منفی سگ سیاه تمام مدت نگران این بودم که بقیه بفهمن. برای همین انرژی خیلی زیادی رو صرف کردم که قایمش کنم، چون تمام مدت باید یه جوری رفتار می کردم که نبودم یا نمی خواستم کلی ازم انرژی می گرفت. انگار سگ سیاه من مجبور می کرد که به چیزای منفی فکر کنم و حرفای منفی بزنم. منو غیر قابل تحمل و بد اخلاق میکرد. میتونست عشق منو ازم بگیره و روابط عاشقانمو نابود کنه. شبا وقتی میخوابیدم دائما تو سرم واق واق میکرد و پنجه میکشید. بیدارم که میشدم افکار منفی و تکراری دوباره و دوباره تو ذهنم میامد. همش بهم یادآوری میکرد که قرار فردا چقدر خسته باشم. داشتن یه سگ سیاه توی زندگی به معنای غمگین و بی‌حوصله بودن نیست. بدتره، انگار هیچ حسی نداشته باشی. هرچی سنم بالاتر میرفت سگ سیاه هم بزرگتر میشد. دیگه تمام مدت همراهم بود. با هر چی دم دستم میامد میزدم که بره و تنهام بذاره، ولی اون همیشه پیروز میشد. تا یه جایی که فکر کردم مبارزه نکردم برای من خیلی راحت تر از درگیری مداوم با اونه. در نهایت منم برای خودم نسخه پیچیدم، نسخه های مضری که اصلا کمکم نکرد. کم کم منزوی شدم، دوری از همه چیز و همه کس. بالاخره سگ سیاه موفق شد که زندگی منو کاملا بدزده و از آن خودش کنه. وقتی همه ی لذت های زندگی رو از دست میدی، شروع میکنی به این فکر که اصلا چرا باید زنده باشم. خوشبختانه اینجا بود که اولین قدم برای بهتر شدن رو برداشتم که نقطه عطف زندگیم شد. آقای دکتر علی ماینی، روانپزشک، مهمان برنامه ما هستن. دکتر، یه سوال مطرح میشین که چه فرقی هست بین افسردگی و احساس غم داشتن؟ احساس غم یک کیفیت انسانی هست، احساس طبیعی هست که هر کسی تجربه میکنه در طول روز، هفته، ماه و همه باهاش آشنا هستن. اما وقتی که این احساس غم پایدار باشه، طولانی مدت باشه و از اختیار خارج بشه و معمولاً وقتی که دورش بیش از 2 هفته طول بکشه همراه با علائم دیگه، اون وقت ما یه تشخیص بالینی افسردگی ممکن در نظر بگیریم. این علائمی که میگیم شناس کنیم بگیم چیه؟ این علائم یه سری علائم فیزیکی هست، مثل خستگی زیاد، دردهای عضلانی اسکلتی، عدم تمرکز، اختلال خواب، اختلال اشتها، کاهش میل جنسی، کاهش کیفیت تصمیم گیری و توان تصمیم گیری برای فرد، اجتناب از ملاقات با دیگرون و گوشه‌گیری، عملکرد فرد سر کار، رابطش با افراد خانواده، خلق عصبانی و
بیقرار، چیزهایی هست که همراه با اون غم اگه همراه باشه یه تعدادیشون، بعد ما این مجموعه رو به عنوان یک تشخیص بالینی افسردگی میتونیم در نظر بگیریم. وقتی که کلسترول خون بالا باشه یا اینکه قند خون بالا باشه، ما با یه آزمایش متوجه میشیم و درمان رو شروع میکنیم. آیا در افسردگی ما یک تغییرات فیزیکی در بیمار میبینیم که بخوایم اون رو هم متوجه بشیم؟ ببینید، به عنوان خانواده فرد و اطرافیان فرد، چیزایی که متوجه میشن همون حالت خستگی و اختلال خواب و اشتها هست. اما اگر که این افسردگی مزمن بشه و ما تصویربرداری مغزی در مراکز تحقیقاتی انجام بدیم، بله، دیده شده که قسمت‌هایی از مغز هستن مثل فرونتال لوب و هایپوکامپ که اینها کوچک میشن اصلاً. یعنی مغز عمل مثل عضله‌ای که استخوانی کنارش میشکنه و عضله کوچیک میشه، همین اتفاق تو مغز هم میفته. پایانه های عصبی و رشته های عصبی فیما بین نقاط مختلف مغز تو تصویربرداری ها دیده شده که تغییر حجم میدن. قسمتی که مربوط به خاطرات خوب و پاداشگیرانه هست کاهش پیدا میکنه، قسمت مربوط به تنبیه در مغز رشته های عصبیش افزایش پیدا میکنه. پس جواب بله هست. خوشبختانه اینجا بود که دنبال کمک حرفه‌ای رفتم. اولین قدم برای بهتر شدن رو برداشتم که نقطه عطف زندگیم شد. یاد گرفتم که مهم نیست که کی باشی، سگ سیاه سراغ میلیون ها میلیون نفر میره. همینطور یاد گرفتم یه راه حل جادویی برای خلاصی از سگ سیاه وجود نداره. مراقبه و مدیتیشن به بعضیا کمک میکنه، ولی بعضیا ممکنه درمان دیگه‌ای نیاز داشته باشن. یاد گرفتم اگه از نظر عاطفی با کسایی که بهت نزدیکن رو راست باشی، واقعا زندگیت از این رو به اون رو میشه. مهمتر از همه یاد گرفتم از سگ سیاه نترسم. حتی تونستم یه چیزایی بهش آموزشم بدم. هر چقدر بیشتر خسته و بیقرار باشید، صدای واق واق سگ بلندتر میشه. واسه همین مهمه که یاد بگیرید چطوری ذهنتون رو آروم کنید. از نظر بالینی ثابت شده که ورزش منظم برای افسردگی های ملایم و متوسط به اندازه قرص ضد افسردگی موثره. برید قدم بزنید، بدوید انقدر که سگ سیاه از نفس بیفته. حال و هواتون رو هر روز توی یه دفتر یادداشت کنید. نوشتن افکارتون روی کاغذ تخلیه‌تون میکنه، باعث میشه خودتون رو عمیق‌تر بشناسید. بنویسید از داشتن چه چیزهایی قدردان هستید. مهمترین چیزی که باید یادتون باشه اینه که مهم نیست چقدر اوضاع بده. اگه شما مسیر رو درست انتخاب کنید و با افراد درستی مشورت کنید، روزهای سیاه سگی هم میگذره. نمیخوام بگم قدردان سگ سیاه هستم، اما اون برام یه معلم بی‌نظیر بود. مجبورم کرد که زندگی رو دوباره ارزیابی کنم، ساده ترش کنم. یاد گرفتم که به جای فرار کردن از مشکلاتم، بهتره با اونا رو در رو بشم. به طور میانگین 10 سال طول میکشه تا یک فردی که افسرده هست به پزشک مراجعه کنه و کمک حرفه‌ای بگیره. چرا اینقدر این مدت طولانیه؟ ببینید، من فکر میکنم اگر یک پیام مهم از این برنامه بخواد در بیاد، این هست که تفاوتی هست که مردم قائل میشن بین بیماری‌های اعصاب و روان و بیماری‌های جسمی. حالا چه مردم، چه به عنوان یه فرهنگ، حتی مسئولین بهداشت درمان در خیلی از کشورها. جواب این سوال در این مسئله خوابیده. بیماری‌های اعصاب و روان اطلاع رسانی راجبش کم هست. یکی از دلایلش اینه، یعنی شخص متوجه نمیشه که دوچاره بیماری اعصاب و روان شده. فکر میکنه که مسائل اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی هست که داره روش اثر میذاره و این رو بیماری نمیشونه، بیماری نمیشناسه که بخواد مراجعه کنه. یا دلایل دیگه‌ای که میتونه وجود داشته باشه، اون انگی هست که چسبیده به بیماری‌های روانی. اون مسئله انگ و برچسب منفی که هنوز تو خیلی کالچرها، فرهنگ‌ها، مثل فرهنگ‌های حتی فرهنگ‌های غربی هم وجود داره، باعث میشه که شخص حاضر نباشه به عنوان یک علامت ضعف اینو بهش نگاه کنه و بخواد بپذیره و اقرار کنه و اعتراف کنه به اینکه بله، من دچار این ضعف هستم و در جستجوی درمان بر بیاد. برای بعضی ها علتهای دیگری هست. مثلا باز در امتداد همون مسئله فرهنگی، سیستم بهداشتی درمانی خیلی کشورها انقدر قوی نیست.
که مردم یه تجربه خوبی داشته باشن از مراجعه به کادر بهداشت درمان اعصاب و روان، در نتیجه پس زده میشن و ترجیح میدن خودشون یه راهی پیدا کنن، یه راه فرعی پیدا کنن، یا اینکه فکر میکنن اگه این مسئله تو زندگی من حل بشه، مثلا مسئله رابطه‌ام با همسرم یا کارم یا مسائل اقتصادی حل بشه، مشکلم هم برطرف میشه و صبر میکنن که اون مسئله برطرف بشه. برای بعضی دیگه از افراد اون حس این که من بهتر میدونم و بیشتر از یک مثلا شخص حرفه‌ای اطلاع دارم با مانع میشه از اینکه مراجعه کنن. پس دلایلش متعدد است. اما خوشبختانه درمان‌های موفقیت‌آمیزی برای افسردگی وجود داره. بله، امروزه پیشرفت کرده در مورد بیماری‌های اعصاب روان و مخصوصاً افسردگی. درمان‌های دارویی، درمان‌های روان درمانی وجود داره برای این مسئله. داروها از طبقه‌های مختلف هست که بعضی‌هاش هم عوارض خیلی کمی داره و استفاده میشه، و در نهایت اگر بیمار به هیچ کدوم از اینها جواب نده، شوک درمانی که با استفاده از الکتریسیته هست که درمان خیلی امنی هم هست، برخلاف تصور عوام استفاده میشه که اون هم خیلی مؤثر هست. خیلی هم معتقدن که این قرصایی که برای افسردگی هست اعتیادآوره. مثلا علتی که سمت درمان نمیرن به خاطر همین. این درسته ای دکتر؟ درمان‌های قرص‌های ضد افسردگی با همین نام و برچسب به طور عام اعتیادآور نیستند. در تعریف داروی اعتیادآور ما به داروی گفته میگیم که شخص به همون دوز جواب نده، بعد از مدت کوتاهی دوز بیشتری لازم داشته باشه و یه سری تغییر در گیرنده‌های مغزی اون دارو به وجود بیاره که بعد قطع کردنش بسیار عوارض جسمی و روحی شدیدی بیاره. داروهای ضد افسردگی به طور خاص اعتیادآور نیستند. داروهایی هستند، داروهای ضد استراب و خواب‌آور، اونها اعتیادآورند که بعضی وقتها همراه با داروهای ضد افسردگی داده میشه و شاید اطلاع رسانی نمیشه یا شاید بیماران همونا رو ادامه میدن و اونها هستند که اعتیادآورند و بیمار باید اطلاع رسانی بشه بهش بخاطر. خیلی پرسیده بودن که آیا داروهایی که برای افسردگی در بریتانیا استفاده میشه با داروهایی که در ایران مصرف میشه خیلی متفاوته؟ نه، من نسخه هایی که از ایران میاد و نگاه میکنم، خود دارو نیست که متفاوت هست، روش درمان هست که متفاوت هست. در بریتانیا اول درمان افسردگی و کلن بیماری های اعصاب روانی یه درمان تیمی هست. وزارت بهداشت کلیه بیمارستان هایی رو و کلینیک هایی رو که به امر بهداشت روان اشتغال دارن به صورت تیمی تنظیم کرده و روانپزشک، روانشناس، کاردرمانگر، مددکار اجتماعی و پرستار اعصاب روان همه با هم کار میکنن. بنابراین بیمار فقط به پزشک مراجعه نمیکنه که با یک نسخه بخواد درمان بشه. وقتی که بار درمانی روی تیم پخش میشه، بنابراین شما از جنبه‌های مختلفی به بیمار رسیدگی میکنید و مجبور نیستید همه مسائل رو فقط بخواید با دارو حل بکنید. اینه که خیلی از نسخه‌ها در اینجا نسخه‌های تک قلمی هست با دوز پایین، ولی در عوضش حمایت‌های دیگری به مریض میرسه که اونها باعث میشه مریض داروشو بخوره و راجع به عوارضش صحبت کنه و مراجعات بعدی داشته باشه و در نهایت نتیجه بگیره. آقای دکتر، مکانیسم قرص‌ها و داروهایی که برای افسردگی استفاده میشه چیه؟ تحقیقات علمی نشون دادن که مواد شیمیایی که در مغز هستن، بهشون میگیم حالا هورمون، حالا از نظر تکنیکی دقیقاً هورمون نیستن ولی برای راحت شدن بحث ما بهشون میگیم هورمون، مثل سروتونین، دوپامین، اندورفین، این مواد شیمیایی که از پایانه‌های عصبی مغز ترشح میشن، وقتی میزانشون کم بشه یا به اندازه نباشه، شخص رو ما افسرده می‌بینیم. داروها میان جبران می‌کنن این کم بودو. سروتونین افزایش میدن و دوپامین رو تنظیم می‌کنن و اندورفین و امثاله. آیا میشه بدون مصرف قرص کاری کنیم که سطح هورمون‌های به اصطلاح شادی‌آور در بدن افزایش پیدا بکنه؟ تو این ویدیو با هم می‌بینیم. دوپامین، سروتونین، اکسیتوسین و اندورفین مسئول چهارگانه تامین شادی توی بدن ما هستن. در واقع اینا انتقال دهنده های عصبی توی مغزن، اما تو اصطلاح غیر علمی بهشون هورمون های شادی آور میگن. اما آیا میشه بدنمون رو هک کنیم و بدون نیاز به اون اتفاقا یا بدون مصرف داروهای ضد افسردگی باعث ترشح این هورمون ها بشیم؟
دوپامین دوتا کار میکنه. هم بهمون انگیزه میده تا برای رسیدن به هدفها و خواسته هامون تلاش کنیم. همین که وقتی به هدفمون رسیدیم حس عمیق لذت و شادمانی بهمون میده. کمبود دوپامین توی مغز باعث میشه عزت نفس شخص کم باشه، خودشو دست کم بگیره و مدام کارهای امروز رو به فردا بندازه. پژوهشی که روی موشا انجام شده نشون میده موشایی که میزان دوپامین توشون کمه همیشه به دنبال یه راه آسون برای پیدا کردن غذا هن. ولی به غذای کم هم راضی هن. موشایی که میزان دوپامین توشون بالاتر بود راه سخت‌تر رو انتخاب میکردن و بیشتر تلاش میکردن تا دو برابر غذا به دست بیارن. یک راه برای ترشح مداوم دوپامین اینه که هدف بزرگتون رو بشکنید و به چند هدف کوچیک تقسیم کنید. اینطوری به جای اینکه مغزتون فقط موقع رسیدن به اون هدف اصلی بزرگ دوپامین ترشح کنه، هر وقت یه قسمت کار رو تموم کردید و به یه پیروزی کوچیک رسیدید دوپامین ترشح میکنه. اما این راه حل در صورتی جواب میده که هر بار بعد از موفقیت‌های کوچیک جشن بگیرید. مثلا برای خودتون کیک بخرید یا برید رستوران مورد علاقتون. معمولا بعد از رسیدن به هدف اصلی دوپامین زیادی ترشح میشه و بعدش این میزان به شدت افت میکنه و کم میشه. برای همین حواستون باشه قبل از اینکه به هدف فعلیتون برسین سعی کنید یه هدف جدید برای خودتون خلق کنید تا اینطوری هیچ وقت به صورت مداوم دوپامین تو بدنتون قطع نشه. سروتونین زمانی جریان پیدا میکنه که شما احساس میکنید فرد مهم یا تاثیرگذاری هستید. فعالیت‌های فرهنگی و کارهای گروهی باعث ترشح سروتونین میشه. حس تنهایی و افسردگی وقتی پیش میاد که میزان سروتونین بدن پایینه. برای همین بیشتر داروهای ضد افسردگی روی تولید سروتونین تمرکز دارن. اما چطوری میشه بدون دارو میزان سروتونین رو بالا ببریم؟ آسون‌ترین راهش اینه که ناهار یا قهوه‌مون رو بیرون بخوریم. 20 دقیقه در هوای آزاد باشیم. اشعه فرابنفش آفتاب تولید ویتامین D و سروتونین رو افزایش میده. هرچند بیش از حد قرار گرفتن تو معرض اشعه فرابنفش مضره، اما روزانه دریافت یک کمی از اون برای سلامتی و افزایش سطح سروتونین خوبه. راستش برای مغز ما دشواره بین اون چه واقعیته و اون چه تصور و خیاله تفاوت قائل بشه. بنابراین اگه شما به دستاوردها و موفقیت‌های گذشتتون فکر کنید، مغز شروع می‌کنه به دوباره زیستن اون لحظه‌ها. برای همین سروتونین رو دوباره ترشح می‌کنه. با همین منطق، قدردانی از چیزایی که بابت شادید هم باعث افزایش میزان سروتونین بدنتون میشه. اکسیتوسین باعث ایجاد صمیمیت، اعتماد، تقویت رابطه عاشقانه و دوستانه میشه. اکسیتوسین هنگام تجربه اوج لذت جنسی هم در مردان هم در زنان ترشح میشه و موقع زایمان و در دوران شیردهی در مادران. اکسیتوسین به هورمون عشق یا هورمون آغوش مشهوره. دلیلش هم اینه که این انتقال دهنده عصبی با بغل کردن و نوازش یه فرد هم ترشح میشه. یکی از آسون ترین روش های ترشح اکسیتوسین اینه که به جای دست دادن همدیگر رو بغل کنید. بعضی از پزشکا معتقدن بغل کردن 8 نفر توی روز سطح اکسیتوسین خون رو در بدن بالا نگه می‌داره. همینطور وقتی هدیه می‌گیریم میزان اکسیتوسین ما افزایش پیدا می‌کنه. بنابراین میشه با یه هدیه کوچیک با مناسبت یا بی مناسبت رابطه عاشقانه، دوستی یا کاریتون رو تقویت کنید. اندورفین در واکنش به درد شدید و تنش ترشح میشه و استراب رو کم می‌کنه. احتمالاً سرمستی یک دونده یا نیروی تازه‌ای که بعد از ورزش تو شما ایجاد میشه رو حس کردید. این حس به خاطر ترشح اندورفینه. اندورفین شبیه مورفین عمل میکنه به عنوان مسکن و آرام بخش. علاوه بر ورزش، خندیدن هم یکی از راه‌های تحریک ترشح اندورفینه. حتی انتظار خنده داشتن، مثلا شرکت در برنامه کمدی یا دیدن یک فیلم خنده‌دار، حتی اگه شما رو نخندونه هم میزان اندورفین بدنتون رو افزایش میده. حس شوخ طبعیتون رو تقویت کنید. پژوهش‌ها نشون داده که شکلات تلخ و خوراکی‌های با ادویه‌های تند میتونن باعث ترشح اندورفین توی مغز بشن. رایحه وانیل و اسطوخودوس هم عیناً همین اثر رو داره. برای همین اگه سری میخواید اندورفین بدنتون رو بالا ببرید، همیشه یکم شکلات تلخ یا عصاره معطر روی کشوی میزتون داشته باشید. شنیدن چه چیزهایی فرد افسرده رو از اون حالتی که داره بدتر بکنه؟ اگر که اطرافیان فرد این بیماری رو مثل یک بیماری جسمی در نظر بگیرن، دیگه بر نمیگردن بهش بگن به خاطر تلقین هست که تو دچار افسردگی شدی، یا نمیگن که اینا فقط تو ذهنته و واقعیت نداره، یا در نمیان بهش بگن که مثلا به زندگی من نگاه کن، وضع من از تو بدتره، پس تو چرا
واکنشت به صورت بیماری هست. این گونه مقایسه ها و این حرف ها این حس رو به بیمار میده که درک نمیشه توسط دیگرون. اطرافیان باید واقعا متوجه باشن که سیستم فیزیولوژیک و ژنتیک آدم ها با هم فرق داره و واکنششون به رخدادهای زندگی با هم متفاوته و خیلی مشکل هست که ما بفهمیم واقعا در درون ذهن یک شخص افسرده چی میگذره و خودمونو بتونیم دقیقا جاش بذاریم. پس اگه نمیتونیم حمایتش کنیم و بهش کمک کنیم، بهتره با قضاوت کردن، تشخیص دادن یا نصایح غیر علمی اونو آزارش ندیم حداقل و شرایطشو سخت‌تر نکنیم. چیزایی مثل این که مثلا حالا این هم میگذره و نمیدونم این فقط مسئله هست که تو به خاطر مسائل زندگی داری و اینها، فایده ای نداره. تشخیص رو بذاریم به عهده کادر درمانی و درمان رو کاملا ادامه بدیم و حمایت کنیم بیمار رو که درمانش رو انجام بده کامل. حالا فرد میگه که خب اگر من حالا برم دکتر و دارو هم بگیرم، شرایط من که تغییری نکرده، یعنی همچنان اون مریضی همسرش هست، مسائل مالیش هم که سر جاش هست. سوال خیلی خوبی هست. این سوال خیلی از افرادی هست که به ما مراجعه نمی کنن و جواب این هست: شما وقتی که مسائلی در زندگی شخصیتون به وجود میاد که باعث میشه دوچار اختلال افسردگی بشین، افسردگی بالینی دوچار بشین، در نتیجه در توانتون برای فکر کردن و تصمیم گیری اختلال ایجاد میشه. اگر که شما مراجعه کنین به تیم درمانگر و حالا با دارو یا روان درمانی بهبود نسبی نه مطلق در حالتون به وجود بیاد، شما میتونید بهتر فکر کنید، بهتر تصمیم گیری کنید و راههایی پیدا کنید برای اینکه شاید اون مسئله رو حل کنید، یا حداقل با وجود یک مسئله یا فشار منفی در زندگی و جامعه بتونید زندگی نسبتاً راحت‌تر و شادتری رو داشته باشید. چون شادی و راحتی مطلق نیست. هر جامعه و هر خانواده یه درصدی از مسائل اقتصادی، سلامت یا به نوعی درگیر یک مسئله هست، اما اینکه ما بر اثر اون مسائل اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی عمل کرد و فانکشنمون کلن مختل بشه و نتونیم درست بخوابیم، غذا بخوریم، فکر کنیم، تصمیم گیری بکنیم، اون وقتی که این بیماری خونده میشه و نیاز به کمک داره. در بیماری افسردگی چقدر میتونیم بگیم که محیط نقش داره، یعنی شرایط اجتماعی که فرد توش زندگی میکنه، و چقدر مسائل ژنتیکی میتونه مؤثر باشه؟ مثل خیلی دیگر از بیماری های اعصاب روان و حتی خیلی از بیماری های جسمی، بروز بیماری یه ترکیبی است از آمادگی ژنتیکی شخص و اثر فشارهای محیطی. شما در مورد سرطان این مسئله صدق میکنه، در مورد خیلی بیماری دیگه صدق میکنه، در مورد بیماری اعصاب روان هم صدق میکنه. اگر که شما ژن‌هایی داشته باشید که به افسردگی مستعد هستن و معمولا در خانوادتون افرادی دارید که از افسردگی رنج میبرن یا از بیماری اعصاب روان دیگر، پس احتمالاً از نظر ژنتیکی مستعدتر هستین به این که یک مشکلی که در زندگی دارین شما رو دچار بیماری افسردگی کنه. پس با توجه به صحبتهایی که کردین دکتر، افسردگی درمان قطعی داره؟ بله، و خیلی مهم هست که هم ندیده نگیریم این علائم رو و فرقش رو با غم معمولی بدونیم، فرقش رو با اینکه مشکل تو زندگی داریم بدونیم، مراجعه کنیم، کادر درمانی مناسب رو پیدا کنیم و گوش بدیم به مراحل درمانی، انجامش بدیم، درگیر بشیم با روان درمانی اگه لازم هست، دارومون رو مصرف بکنیم. اگه از عوارض دارویی شکایتی داریم با پزشکمون مطرح کنیم و تقاضا کنیم حالا دوز دارو رو یا نوع دارو رو برامون عوض کنن اگر نمیتونیم تحملش بکنیم، و پشتکار داشته باشیم. این شرایطی نیست که، یعنی افسردگی بیماری نیست که یک شبه خوب بشه، و بعضی وقتا ممکنه این دوره افسردگی خوب بشه و دارو قطع بشه و بعد از یه مدت دوباره افسردگی برگرده، یا بعضی وقتا ممکن هست که افسردگی کامل درمان نشه ولی به طور نسبی درمان شه. همون افزایش عمل کرد و بهبود شرایط هم خودش غنیمته. نباید به چشم کمالگرایانه به قضیه نگاه کرد. به نظر من همین که تشخیص داده بشه و در اون مسیر طرف قرار بگیره برای درمان خودش خیلی غنیمته. خیلی ممنون.
احساس فشار و تنگی در وسط قفسه سینه به همراه درد خیلی شدید و در نهایت به زمین افتادن. این یک تصویر کلاسیک از سکته قلبی است که تو ذهن همه ما هست. ممکنه اینطور باشه اما نه همیشه. در 40% از موارد افراد اصلا دردی رو احساس نمی کنن و به همین دلیل هم دیر به پزشک مراجعه می کنن. اما چرا سکته قلبی اتفاق می افته؟ دلیل این هستش که عروق کرونری، یعنی عروقی که برای عضله قلب غذا میبرن، بنا به دلیلی بسته میشن و همین باعث میشه که به عضله قلب خون به اندازه کافی نمیرسه و سکته قلبی اتفاق میفته. اما در سکته قلبی یه سری علائم همراه هست، مثل سوء هاضمه یا سوزش سر دل که به همراه استفراغه، مثل عرق سرد بدون دلیل زدن، مثل اینکه فرد تعادل خودش رو از دست بده و سرگیجه پیدا میکنه، فشار و تنگی تو قفسه سینه و دردی که به تدریج افزایش پیدا میکنه و بیشتر و بیشتر میشه و پخش میشه به سمت چپ بدن، یعنی شونه و بازوی سمت چپ، حتی فک تحتانی رو و حتی در قسمت پشت زیر کتف چپ رو هم درگیر میکنه. اینا همه علائمی است از سکته قلبی که اگر زمانی با اون روبرو شدیم سریعا باید با اورژانس تماس بگیریم و به پزشکمون بگیم که ما رو مطمئن کنه، خطر ما رو تهدید نکنه. صفحه فیسبوک ما منتظر شماست، facebook.com/bbcpersiantv. همینطور با هشتگ 37 درجه برنامه رو در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنین. ایمیل یادتون نره، به من نه به برنامه، 37@bbc.co.uk. تا دفعه بعد شاد شاد، تنتون سالم، روزگارتون دلنگیز.